صبحتان بخیر هم به با ادامه برنامه صبح زندگی خوش آمدین در آستانه 27 مین روز از ماه مبارک رمضان قرار داریم و قرار است تا سه روز و یا هم دو روز دیگر ما تجلیل بکنیم از عید فطر حالا میخوایم بحث جالب در این راستا داشته باشیم که عید فطر مسلمانان در دنیا چگونه تجلیل میکنند و در کل باید ها و نباید های این عید چی هست و خوشبختانه مهمان عزیز را با خود در این لحظات در استودیوی صبح زندگی داریم محترم خدایار سعید استاد پهنتون استاد خوش با تشکر سلامت باشین عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی سلامت باشین خیلی هم ممنون از اینکه تشریف کردین تا اوت عبادت شما قبول درگاه حق بین استاد بحث خود را از اینجا آغاز بکنیم حالا دو روز دیگر یا تا سه روز دیگر قرار است ما عید فطر را تجلیل بکنیم تجلیل این عید از دید مسلمانان چگونه هست و به دید خودتان چگونه مسلمانان جهان این عید را تجلیل میکنند بسیار خوب ببینیم درباره عید باید گفت که هر ملتی هر مردمی به خود جشن هایی دارند جشن های مذهبی و سایر جشن ها اما جشن مذهبی و جشن دینی ما مسلمانان در حقیقت دو عید هست که از نگاه دین مکلف هستیم که از این روز باید تجلیل بکنیم ولی اینمی جشن مذهبی و جشن فرهنگی ما را چی خوب است که ما به طور شایسته و به طور بایستی آن تجلیل بکنیم پس اگر ما بخوایم که این روز را درست تجلیل بکنیم در حقیقت تجلیل این روز بستگی داره به پاسخ دادن به دو سوال که در این روز به چه کارهایی بپردازیم بله. که با نام باید ها یاد کردیم <applause> و در این روز چه کارهایی را باید انجام ندیم <applause> تا ای که بتانیم بالاخره از این روز تجلیل درست انجام بدیم خیلی خوب اگر از باید هایش بکنیم کدام باید و کدام کارها را ما میتونیم در روزهای اید انجام بدیم و نحو احسنش رایی که بتونیم واقعا یک اید خوشحال داشته باشه بسیار عالی درباره ما باید بگوییم که چون اید روزی خوشی هست روز سرور هست روز شادمانی هست پس از این خاطر در روز باید خوشحال بود در این روز باید از همیشه وقت سرور و خوشحالی بر چهره های ما و همچنان در رفتار ما دیده شود ببینید وقتی که پیامبر اسلام می آید به مدینه می بیند که مردم مدینه دو روزی را دارند که در این روز به سرگرمی می پردازند و در این دو روز شادمانی میکنند پس پیامبر صلی الله علیه و به مردم میگه که خدای متعال به جای این دو روز دو روز دیگه را جاگزین ساخته که شما در این دو روز به سرگرمی بپردازین پس این روز در حقیقت روزی سرگرمی هست روزی سرور هست و روزی شادمانی هست در این روز باید انسان خسته نباشه باید در این روز کسی افسرده نباشه غمگین نباشه همگی بالاخره خوش خوشحال و با سعادت باشن و همچنان یک حدیث دیگه از حضرت عایشه رضی الله عنها میگه که من در خانه نشسته بودم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نشسته بود که دو دختره که اینا می سرودند و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا حضور داره همو سرود هم دو دختره را گوش میگیره بالاخره حضرت ابوبکر می حضرت ابوبکر که میایه به یک نحوی از رایت عایشه که دخترش است را بفهمانه و منع میکنه که آیا صدای شیطان در حضور پیامبر بالاخره به صدا در آمده و فعالیت میکنه در این که پیامبر صلی الله علیه صدای از او وقتی که میشنوه میدونه که حضرت ابوبکر میخواد اونها را منع بکنه از همچین کاری پیامبر صلی الله علیه میگه که یه ابو بکر اینا را بگذار چون این روز روز اید هست و هر ملت هر مردم ایدی داره پس امروز روز اید هست پس روز خوشی هست روز سرود هست پس اگر امروز ما به خوشی ها میپردازیم به انواعی از خوشی ها به بازی ها به سرگرمی ها به سرود ها به اطن ای از نگاه دین و از نگاه فرهنگ اسلامی هیچ نوع محدودیت و هیچ نوع ممنوعیت را با خود ندارد. ای بود یکی از باید که در این روز باید ما به با او بپردازیم که خوشی و شادمانی هست و این نمی خوشی و شادمانی را به هر نوعی که ما میتونیم بالاخره تبارز بدیم و اظهار بکنیم و چیزی دیگه که باید در ای روز ما بپردازیم این روز روز دید و هست ما با دوستان خود با اقارب خود حتما در این روز باید دید و را انجام بدیم چرا ببینید امروز در تمام جهان نظام سرمایه‌داری حاکمیت داره در نظام سرمایه‌داری انسان تبدیل شده به یک ماشینی انسان تبدیل شده بالاخره به با یک شرکت فابریکی بسیاری از افرادی هستند که اونا دو سال با خیشایشان با قاربشان نشاست برخواست داشته باشن دید و با داشته باشن ولی فرصت پیدا نمی کنن. پس روزهای بهترین فرصت از ازی که اونا بالاخره با دوستایشان با خیشا و اقاربشان دید و با داشته باشند که ایده هم از نقطه نظر اسلام لازم و ضرور هست چرا به ما اجازه نیست که ما خیشاوندان و اقارب خود ترک بگیم در هر لحظه باید اونا را یاد بکنیم و با اونا در ارتباط باشیم و چیز دیگه که بالاخره در ای روز ما میپردازیم در حقیقت او تجمل زیبایی و آراستگی هست ببینیم ما پیش از که به نماز ایت میریم مکلف هستیم سنت از ثواب داره که ما باید حمام بگیریم وقتی که حمام میگیریم بهترین لباس خود را بتن بکنیم و بعد از بالاخره از عطر استفاده بکنیم و بعد از بالاخره بریم غذا چیزی را نوشیجان بکنیم سبحانی که داریم باز بعد از میریم به طرف مصلا یا ادگاه نماز ایت را برگزار میکنیم پس در این روز ما ضرور و لازم هست که از تجمل از زیبایی و از آرستگی کار بگیریم اما ارتباط به اینکه بالاخره هست کسایی که اونا لباسی ندارن غریب و ناتوان هستند حتی بر از اونها هم جزئیات و مسائل فقهی آمده ده. که اونا باید از میان لباسهایشان جدیدترین لباسشان انتخاب بکنند بهترینشان انتخاب. بهترین انتخاب بکنن و چون این روز گفتم که روز تشمل و زیبایی و آراستگی هست ببینیم ما شما دو قسم زیبایی و آراستگی داریم یک زیبایی ظاهری داریم و یک زیبایی زیبای باطنی, زیبای باطنی داریم کسی که در این روز به زیبایی ظاهری می پردازه ولی به زیبایی باطنی نمیپردازه از قلب خود کینه را دشمنی را خصومت را حسد را از بین نمی بره پس این درقت اشتباه کرده چرا ظاهر ما زیبا باشه اینا ممکن هست که باطن ما زیبا نباشه آلوده باشه پس در این روز ضرور هست که ما با کسایی که خصومت داشتیم کشیدگی داشتیم به یک نحو اختلاف داشتیم با اونا دوستی خود را و اونمو بالاخره رشته رفاقت خود را برقرار بکنیم و این می یک فرصت است چرا ما در دین اصولی داریم هدایاتی داریم که پیامبر صلی الله علیه میگه که لا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث برای کسی اجازه نیست بیشتر از روز برادر خود ترک بگویه <تصفح> یا بیشتر از سه شب پس اگر کسی از سالها برادر خود ترک گفته ماها برادر خود ترک گفته بهترین فرصت برای از ای که اینا ارتباط خود برقرار بکنن پیوندی را بالاخره از جدید آغاز بکنن روزی عید هست چرا این روز روزی خوشی و روز ارتباط هست حالا با این همه زیبایی هایی که ما میتونیم در این تجربه بکنیم و در زندگی خود عملا بیاییم کینه ها و کدورت هایی که در زندگی ما هستین ها را به دور بیندازیم واقعا نفس خود را به آنچه که قرآن ذکر میکنه در ماه مبارک رمضان تربیه،, تربیت بکنیم از چه کارهایی باید اجتناب بکنیم کدام کارها باید در این روز از تمام دوری شدن کار را که ما در این روز نمی او در اسراف هست به. ببینیم دهی شک نیست که ما افغان ها مهمان نواز هستیم فرهنگ مهمان نوازی در اینجا خوب نهادی نشده <applause> کاش که تمام فرهنگ ها در اینجا نهادی نشود فرهنگ انسان دوستی فرهنگ بشر دوستی فرهنگ احترام متقابل ولی با تاسف گفته میتونیم سایر فرهنگ ها اگر نهادی نشده خوشبختانه که این فرهنگ نهادی نشده ما از مهمان خود باید اکرام بکنیم تقدیر بکنیم عزت بکنیم مهمان خود را ولی باید از اسراف کار نگیریم چرا قرآن میگه کلو و شربو بلا تصرفو بخورین بنوشین اصراف نکنین پس دسترخانه را که ما پهن میکنیم در سران که در اونجا انواعی میوه ها دیده میشه و در اونجا ما حتما از اصراف کار گرفتیم هزارها افغانی را بالاخره ما از بازار سودا خرید کردیم با. ما فکر میکنیم به این اندازه بالاخره ما نیازی به اکرام مهمان نوازی نداریم ببینیم یکی مهمان نوازی هست و یکی در حقیقت بالاخره نمایش است ما از مهمان خانی خود بالاخره نمایشگاه نسازیم با. چرا قرار نیست که امروز روزی نمایش باشه امروز روزی بالاخره عزت و مهمان هست عزت و اکرام هست پس عزت اکرام به که در قاموس دین و در فرهنگ دین جای داشته باشه پس در خوراک خود در لباس خود در پوشاک خود در میوه های خشک حتما ما امروز بالاخره اسراف نکنیم چرا خدای متعال اسراف کنندگان را دوست نداره و کار دیگه که بالاخره امروز نباید ما انجام بدیم رفتن به سر قبرها هست از افرادی که عزیزان خود از دست ساده و دوستان خود از دست داده در روز میرن بالاخره به سر قبر و اتفاقا این مسئله خیلی هم مروج شده و حتی به یک فرهنگ بله. تبدیل شده این کاری نادرستی است چرا به خاطر از یک اگر چی رفتن به سر قبر ها سنت است زیارت قبر ها سنت است هر چیز به خود جایی داره روز گرفتن سنت است روز گرفتن مستحب است ولی در این روز روز گرفتن حرام است چرا این روز روزی جشن است روزی خوشحالی است روزی نوش است پس اگر کسی صوفی به جای میکنه تقوایی به جای میکنه در این روز روزه میگیره او در حقیقت مرتکب حرام شده ما هم امروز چون گفتیم روز خوشی است یک کسی باید به سر قبر نروه چرا حتما وقتی که سر قبر میری تو خوش نمیشی ناراحت میشی و کار دیگه که بالاخره ما در این روز نمیپردازیم او در حقیقت آزار و اذیت مردم هست در این روز ببینین فامیلا در حقیقت یک زیاد از فامیلا هستن که مسئولیتشان را انجام نمیتن اونا به یک نحوی بالاخره بالای فرزندهایشان حاکمیت ندارن فرزندهایشان مثلا از از, از های پلاستیک استفاده میکنن آه. از پتاقی و چیزهای استفاده میکنن که به یک نحوی بالاخره ای یک آلودگی شینداری رو به میان میاره و مردم را آزار را میکنن. ای و اذیت میکنه این مسئولیت فامیل و خانواده ها است که به پول میدن و بر از اونا بالاخره خرچی میتن ولی باید برشون تاکید بکنن که به آزار و اذیت مردم پرداخته نشوه و موارد دیگه هم اگر فرصت باشه ذکر بکنیم اگر نباشه اکتفا بکنیم بله دقیقاً هم همین است متاسفانه با این همه خوشحالیایی که ما در اید همین سال تجلیل بکنیم یکی از مشکلات عمده ای ما والدین عزیزی هست که گاهن آنقدر غرق در خوشحالی خود هستند که مواظب فرزندانشان نیستن گذشته از این این فرزندان گاهی آزار و اذیت میکنن دیگران رو ولی ممکن صدمه بر خود برسانن که جبران ناپذیر باشه خیلی کوتاه صد میخوایم پیامتون داشته باشه بسیار خوب ما در آخر از هموطنان عزیزم میخوایم که این روز را به خوبی تجلیل بکنن به خوشی ها که اینها را کنار بگذارن و مثل که ظاهرشان آراسته میکنن باطنشان آراسته بکنن به دید و دید و همچنان با دیدار اقارب و دوستان بپردازند و این روز را آن که اسلام و شریعت اسلامی تاکید کرده هدایت کرده و مشکلش ما بالاخره تجلیل بکنیم و همچنان فراموش نکنیم که ما در این روز صدقه فطر داریم صدقه فطری که بالاخره به فقرا پرداخته میشه و حتما هم. یادی از فقرا و غریبا را هم روز با خود داشته باشه. سلامت باشین خیلی هم ممنون از اینکه تشریف آوردین پیشاپیش پیش اید شما مبارک باشه و ان شاءالله که لحظات خوش را سپری بکنید سپاس از اینکه شما هم تا این لحظه بیننده صبح ها زندگی هستین همچنان با ما همراه باشین در ساعت سوم برنامه صبح ها زندگی خبرهای کاملا تازه از جهان سینما و ورزش در ساعت سوم برنامه می داشته باشیم و همچنان شما که تا حال نظر و دیدگاهتان در رابطه با موضوع امروز برنامه ما تزکیه نفس و خودسازی با قرآن مقاله فرستادین میتونین همین لحظه از, از طریق کامنت بر ما بفرستین و منتظر باشین تا ما نظریات شما را در ساعت سوم برنامه به بگیریم شما و خبرهای ساعت نه تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخوایین به چینال یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین